خانم عمل چطور بود؟ دخترم دکتر عمل چطور؟ عمل سختی بود ولی خوشبختانه همراه با موفقیت. دارالشکر. چشماشو کی باز میکنین دکتر؟ تا 24 ساعت دیگه باز میکنیم. اون وقت میتونه ببینه؟ امیدوارم انشالله که اینطور باشه. خدایا خودت رحم کن. دخترم رحم کن. الو سلام بابا، خوبی؟ بله همین الان آوردنش بیرون. دکترش که خیلی امیدواره بابا. شما چه خبر؟ جدی میگی؟ اصلا نمیشه باور کرد. الان کجایی؟ به هوش نیومده؟ مورفین زدیم تا درد نکشه، فعلا خوابه. پدر آسمانی، شکرت میکنیم و ایمان داریم که دعای ما را میشنوی. نور خودت را به چشمان آن نابتاب. آمین. آمین. سرکیز، خیلی خسته شدی. برو یک کم استراحت کن. چقدر منظوم خوابیده. میمونم تا بیداشه. زهره جان، شما هم خیلی به زحمت افتادی. نه خاله جان، این چه حرفیه؟ وظیفه‌مون بود. زهره خانم، شما هم خیلی زحمت کشیدید. بابکم پای منتظره بهتر شما بره. اگه اجازه بدیم من میمونم پیشش، شاید بعد که به هوش اومد بهم احتیاج داشته باشه. میگم سرکیز، ایشون تعارف میکنن، شما برو، بلکه ایشون هم برن خونش. نمیدونم. پس من از شما خواهش میکنم سر رامان تا یک جایی برسونم. خواهش میکنم. پس اگه خاله جون هر کاری داشت به من زنگ بزنیم. زنگ میزنم حتما. شما اومدی؟ آقا سلام علیکم. سلام. اینم دنیل، صحیح و سالم. خیلی خوشحالم که میبینم اتون. عمل دخترتون چطور بود؟ خوبه. تازه بودم. حالش خوبه. یا الله. سلام. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ الحمدلله. خوش آمدید. شکر حمد خدا. خانم خوبه؟ الحمدلله. سلام دارم. آقای دنیل. سلام آقای دنیل. سلام. خالجی. سلام. حالتون خوبه؟ ممنونم. حال شما خوبه؟ پس شما آقای دانیل هستید. بله. ببخشید میتونم ببینم ایشون؟ حتما. متشکرم. ببخشید. ببخشید. خب به حمد الله همه چیز خوب پیش رفت. نه مشکلی که پیش نیومد. نه خیلی ممنون آقا. چه خبر اکبر آقا؟ الحمدلله. والا زهره خانم خبر که زیاد. دکترش خیلی راضی. از قدیم الایام گفتن که آدم بیگناه تا پای دار میره ولی بالای دار نمیره. این از آقدنی. خب الحمدلله. قلومی هم که تا ما سر چرخوندیم پرید، دوباره دست ما مون تو پوست گرد و روز از نو روزی از نو. ای بابا. حالا کارمون از فردا دوباره شروع میشه. شما چه خبر؟ دیگه امروز آنی رو که آوردن الحمدلله دکترش هم گفته که خیلی خوبه. ایجاد مزاحمت میکنین، حرف زیادی هم میزنین. هر چی میپرسم اینو بچه‌ی آدم جواب میده. نمیدین؟ سلام دم سلام. اینا چیکار میکنن اینجا؟ اجازه مزاحمت کردن. ببرشون توی اتاق دیگه. چرا باید پای من به کلانتری باز بشه؟ من سلام عرض شم. چه گناهی کردم آخه که باید بیام اینجا پای من به کلانتری باز بشه؟ بشین بابا اینقدر صحبت نکن. بشین شروع بش نکن. ذلیل بشی که اینجوری برو بعد. بشین اینجا هر چی ازت میپرسم درست حسابی صحیح جواب منو بده. با من طرفی ها. چش اطاعت شما بفرمایید. من باید چی بگم؟ با همونو بگم. یعنی چی؟ هر چی من میگم تو بگی؟ من میگم ازت هر چی میپرسم درست و صحیح جواب بده. چی بگم؟ غلام کجا در رفت؟ بابا ولگی میدونستم اون ناورد کنه. دست تو بنداز. دست تو. اینجا تو لفتونی که حاله حاله ها آب خنک بخوری ها. میدونی جربه چیه؟ میذاره در میره. کلاه برداری. بابا کلاه بردار نیستم. والا من آدم شریفیم. از نای حلال داشتم نونمو میخوردم. این ناورد اومد با... ای دست من بشکنی که ماشین همه تو رو تمیز کردم. میگم تیمسار جون من
بچت ماشین چیه؟ آه ماشین چیه؟ تو به ماشین من چی کار داری؟ بشین! هیچی بابا میخواستم دو تا لنگ نوبت بدم تا نری دیگه دفعه دیگه حرف این غلام نامرد رو گوش بده که میگه جمیله گدا، گدا خودتی، پدر سوخته، من گدا نیستم، پول لنگم از تو نمیگیرم که باور بکنی. هیچ معلوم از چی داری میگی؟ چی؟ من که بابا نمیخوام به مأمور دولت رشوه بدم. نامرد برای تو هچل دختر را. بابا ما با کی طرفیم؟ با یه آدم دیوانه. به من دیوستان، من نمیخوام بگم شما دیوونه هستیم. من دیوونه نیستم. درد به دلم اومده، مجبورم همه چی رو بگم در مورد این نامرد. تو اصلا دیوونه نیستی؟ خیلی هم شریفی، خیلی خوبه، خیلی خوبه. مسخره می‌کنی؟ باشه مسخره. بابا مسخره هم داره دیگه. چیه چه حرفا چیه که تو داری می‌زنی؟ اه من بودم و رفتم خودمو جا زدم جای مادرمو تکرار تو فرودگاه. بابا من بودم. من آخه شما میدونی من واسه چی این کارو کردم؟ نمیدونی که. واسه چی این کارو کردی؟ واسه اینکه اون لاور داره دست گذاشت رو جیگر سوخته من. نه که من چیه من برده بود اومد من گفت یه پسری از خارج اومده چه پولدار دنبال ننش میگرده تو بیا برمشو جای ننش باش. خب منم بابا مادرم دلم سوخ بازش گفتم خب باشه میام جای مادرش باشم. تازه من میخوام به خدا راست راستشو به شما بگم. گوش کن جمیله، من میخوام اینجاشو راست بگم. او خب گفت یه پول پاله گیرش میاد بده این کارش بابا به من بده دیگه همش براتون گفتم. گوش کن ببین چی میخوام بهت بگم. بفرمایید. تو اکرم میرزایی رو میشناسی؟ دکی اکرم میرزایی که خود منم. تو که جمیله بودی. خب حالا چیکارش داری؟ پس میشناسیش ها؟ آقا خب معلومه میشناستش، اگه نمیشناختش که خود چه جای اون قالب نمیکرد که. بله که میشناسمش، اونم یکی از اون زنای غلامه. به غیر از اکرم و من 100 تا دیگه هم زن دار. صبر کن ببینم، یعنی میخوای بگی که غلام بابای اون بچه هست؟ اون نامرد که بچهش نمیشد رفته این خودش میخواد جای بابای بچه جا بزنه. پس اکرم رو میشناسی؟ میشناختمه. یعنی چی میشناختم؟ یعنی اینکه بابا هفت دفعه فسونده دیگه. ای چی میگه؟ یعنی مرده؟ خب پس میخواستیم نمیره؟ مطمئنی؟ بله که مطمئنم. بیچاره اکرم طفلک. این خبرنگاره به چه امیدی عکس این پسر رو چاپ کرده؟ الان هم که مرده دیگه بیفایده است. خب آخ دیمسان جون بچت بده ببینم، بده ببینم. ای وای خدا این بوده؟ کاش که بچه من بود دیمسان. بابا این چه روی داره؟ یه بار گفتی یه غلطی کردی دیگه بسته دیگه، دیگه نمیخواد تو مادر اون باشی. بابا حالا چه ایبی داره اون فکر کنه من ننشم؟ بذار اون بچه‌م دل خوش باشه. بابا این عجب روی داره، خجالت هم نمیکشه، باز داره هنوز میگه بچه‌م بچه‌م بچه‌م. اه اینو برده براش بازداشتگاه. برای چی من باید برم بازداشتگاه؟ دیمسان بابا من برای خودم کسیم والا، جون مادرت بذار من برم. پاشو برو بیرون، پاشو اینه از اینجا ببر مغز من خورد. برم خودم اون پاشو برم اون روز بیار اینجا بدی بجبه روزنامه رو واسه در میبری. بذار قربونه برم پیشم باشه، من مادرم بالاخره دلم میخواد اینو داشته باشم، جون بچت بذار باشه. صبر کن ببینم کجا برم. تو چی گفتی من بچه ندارم؟ بابا دروغ گفتم، من دست در آیله رو دستمه. بذار برم به زندگی برسم جون بچت. بذار برم جون بچت. جمیل اینو ببر. بذار برای چی آخه میخواد بازداشت کنی؟ من بازداشت برم دیمسار بهش بگو برای بازداشت نکنی. برو بیرون من به هیچ کدوم از حرفای این زن اعتماد ندارم. غلام بی دلیل نیستش که فرار میکنه. اگه مرده باشه که من بعید میدونم، فقط یه دلیل میتونه داشته باشه. من فقط یه دلیل. یعنی با این حساب شما میخواییم بگیم که غلام قاتل اون زنه؟ شما آره بفرمایید. شما برین تو، بعد من میام خدمت. سلام علیکم سید. دنیل بیاین عزیزم بیاین.
سلام علیکم، احوال شما چطوره؟ مثل اینکه دارم میام دوستان. قاتل اصلی رو پیدا کرد. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت. خب قاتل کی بوده؟ متاسفانه زن برادرت. شیر نمیتونم باور کنم. چرا؟ بینم یعنی همین زنده آشه که واسط زده آره منم شده قاتله. بابا عجب بی‌انصافی بوده. آجا ببینیم چجوری روزگار پت آدم ها رو میرزه. بابا بیچاره بله، حس برادرتون شهادت داده که شرلی صبح همون روز قبل از شما وارد گاراژ شده و ماشین رو دستکاری کرده. چطور حس این کار کرده؟ یعنی چی؟ این نباس این کار رو میکرد؟ نباس حقیقتون میگفت؟ حس شرلی رو خیلی دوست داشت. خیلی. مطمئنم این کار به خاطر من کرد. حس بدون شرلی متاسفانه برادر خونده شما الان تو بازداشت. چرا؟ چون برادر خونده شما متاسفانه توی درگیری تصادفاً همسرشو به قتل رسونده و من متاسفم. داشتم میرفتم جونکی. دو ساعته دارم در میزنم. چی کار میکردی؟ خب چرا نمیمدی در وا کنی؟ نماز قبول باش. گفتم بیام با این نون و تخم و مرغ با اکی جشن بگیریم. دست در. امروز همش تو فکرت بودم. میگفتم خدایا چطوری تونسته این زن این همه سال رازو تو دلش نگه داره؟ اکی چطوری دلت بود از من پنهون بکنی؟ به خدا من خوشحال میشدم این چشم از اون چشم راضی تر و روشن تر. چی رو پنهون کفشاتو داره؟ تمیزه. اعتیاد داره ده. باشه. چی رو پنهون کنم؟ تو اگه میگفتی قلام جیک کپی که ما رو میذاشته کف دستت. والا به خدا اگه اون هرمله بچه داشتنه تو رو به من گفته باشه. اکی اینجوری نگام نکن. بچه؟ کدوم بچه؟ بابا اکی دیگه جون جمیله اینقدر هاشا نکن. من اون شاخ شمشاد تو دیدم. بیا بگی نونو بذار تو صفره. دیدیش؟ دیکی اینو دیدیش؟ خب آره که دیدمش. من اون سرو شیراز رو دیدم. هیکل نازنینش دلاره. میخوای ببینیش؟ دروغ میگه. دیکی اینو بابا اکی چرا مامد به تو دروغ بگم؟ میخوای ببینیش یا نه؟ آره دلم ضعف میره واسه اما باور نمیکنم. بابا اگه من با سند و مدرک به تو ثابت کنم چی بهم میماسه؟ اول اینو بگو. همه زندگی هرچی دارم. بدبخت تر از من تو چی داری؟ نصف نصف بچه نصف. نه بابا اکی دلارا رو میگم. دلارا مال جمیله، بچه مال اکی جون. اکا
کجا باور کنم؟ خب اون دیگه من به تو ثابت میکنم. بفرما اینها به خدا اکی بهت حسودی میشه. ببینش اینجا رو نگاه کن. اگه خارجی حرف میزد میگفتم خب خارجیه، میگفتم یس کامان یو خارجیه خارجی. شدم تا از زنده آزاد شدی. خودت چی؟ خوشحال شدی؟ هم آره هم نه. چرا؟ آها، برای داداشو که به خاطر تو افتاد زنده. میگمو داداش داشتن خوبه؟ بله. من داداش ندارم. میگمو اگه مامان تو پیدا کردی دیگه نمیخواد منتظر بابات باشی، برو پیش داداشت. چرا؟ خب بابا خوب نیستم، من بابام زیاد دوست نداشتم. همه بابا ها بد نیستم هستم. شایدم نه. میگم اگه هم اکبر بابا بشه چه بابای خوبی میشه. چطور؟ هم مهربونه هم خیلی بامعرفه. باریکلا بچه با مرام، الحمدلله بچه های این دور زمانه یکی ایمان. یکی باهوشتر و چیزفهمتر شده. مجا برای شقه هم؟ نه عجب بدشانسی این بابا. کجاش بدشانس؟ مرد حسابی سرش داشت میرفت بالای دار. خدا خواست همه چی برملا شد. نه بابا، این شل کن صف کنه رو میگم. تا آزاد شد ننه که ننه نشو. سرنخه چی بود اسمش؟ غلام میگی؟ غلام. اونم که دست شما در رفت. دست من در رفت. اون هیچ جا نمیتونه بره، هر جایی باشه پیداش میکنه. خدا کنه. روزی 10-15 تا هم زنگ میزنن روزنامه از شما نمید. همه نشونی هاشون هم غلط از آب در میاد. اینجا چی؟ خونه حاجی زنگ میزنن؟ خونه حاجی هم این روزنامه شماست. خبر نبر.
آج آقا امشب آقا فتایی بهداشت نیجایی فرستادیش؟ والا از کنم که بابا جان عزیزم مادرت دو سه رفت تا حالا صلات کردی برو حتما کارت داری داری چشم برو عزیزم سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله حیات باشم چشم مامان چشم منم دستم بنده الان الو 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 بله بله با کی کار داشتی؟ من نوشونم خودشون؟ الان سنشو خیلی شلوغه ببخشی خانم شما صداتون خیلی آشناست اکرم میرزایی؟ مادر دنیل؟ الو بوشی کی بود پسرم؟ باش حرف بزن تا بیارمش مادر دنیله مادر دنیل؟ بله؟ الو؟ بیا به خدا پشت تلفن من خودم باش صحبت کردم آخه چون بیا چیه بابا جان؟ چیه؟ چه خبره؟ صبر کن ما که نمیتونیم بیایم اونجا اونجا زنونه است آخه دیر میشه دنیل صبر کن عزیزم برو به مامانت بگو تلفنو بده بیرون دهکی چی شد؟ الو دنه تو بیا آخه اونجا زنونه است آقا جو شما بیا صبر کن عزیزم صبر کن اصلا مادر دومن کیه پشت خط؟ کسی نبود بابا قد شد بیا اونقد دیر کردین قد شد چرا قد کردی؟ وایسه ببینم وایسه بابا من میافتم وایسه با چی قد کردی؟ چرا حرف نزدی؟ نمیتونم دهکی خب با چی نمیدونی؟ با تو هم دیگه نه همینطوری حاتم بخشی میکنی پولا مال تو بچه مال من بابا با این کارت که نه بچه گیرم یه پولی گیر من بیام حالا من چه خاکی تو سرم بکنم؟ آجی جون جمله بده من بگیرم اول من حرف بزنم تو بعد تو هرچی خواستی بگو نمیشه جایی باش چی نمیشه؟ نمیشه چرا؟ دهکی؟ چه تاخه؟ نمیتونم حالا نمیتونم جمع کنم فردا صبح بهش سعی میزنم دهکی؟ حالا با فردا چه فرقی میکنه آخه؟ حالا تو دهنم جمع بیا یه دونه این خورما بذار دهنه بیا جون جمیله تمیز با خدا بخور ببین خودم هم میخورم بیا بیا جون بگیری بیا بخور بیا بخور دیگه چجوری بهش بگی؟ خب این آدم آدم کشم نمودم اگی جون تو آدم هستی کدوم آدم این کاری که من کردم دهکی تو که کاری نکردی تو همیشه مادر مهربونی بودی و هستی مام زعف میره جمعی میدونم بابا میدونم بگم اینو با خود جلو زعفت بگیره دیگه دهکی جمعی منو ببر اونجا گفتش اکرم میرزایی هم باور کنی صداش آشنا بود بابک جون یعنی چی صداش آشنا بود؟ یعنی چی اکبر جان؟ خب معلومه دیگه یعنی قبلا صداشو شنیده همین جاق جون منم همینو میگم دیگه یعنی صداشو از کجا شنیده آخه این؟ میگم که نکنه دوستی آشنایی فامیلی خواسته شوخی چیزی بکنه نه بابا فامیل نیست که دنیل میگم
من فکر کنم یه بار، فقط یه بار یه جا صداشو شنیدم. خیلی خوب باش. حالا هر کی بوده، هر چی بوده، فعلا که قطع کرد. ایشالا دوباره زنگ بزن. دخترم، شما گفتی که اصلا حرف نزد نه؟ نه دیگه، تا من گفتم الان قطع کرد. بفرم آقا دنیا، شما بفرم. بفرمید دیگه، اینجا خونه خودته. بفرمید، این خونه قابل شما رو نداره. خواهش میکنم، میخوام فرق هتل و خونه رو بدونید. چی؟ درست اینجا 6 ستاره نیست، ولی 2 ستاره دیگه رو شاخشه. نمیخواستم مزاحم بشم. به قول شاعر که میگه در خانه ما رونق اگر نیست صفا هست. هر جا که صفا هست در آن نور خدا هست. بفرما بلند. ببینم پیژامه تالا پوشیدی؟ پیژامه؟ من دیگه راحت ولوشی. الان خدمتتون هست. کفشدن اینجا که خوره کفشم. مادر ما اهل نجاست پاکیه، البته یه خوره وسواس داره، یعنی که خوبه کفش در بیاری. مادر بفرمایید. مامان بفرمایید. تو عکسی پدر شماست؟ آره، خدا رحمتش کنه. این لباس مراکشیه. نه، پدرم سالی دوبار میرفت مشهد، اونجا باز خودش حالی میکرد، بعد لباس مدده ها رو میپوشید اونجا عکس میگرفت. آدم با حالی بود، خدا بیامرزتش. شلوار تو درار. درار که اینو بپوشی راحت چی؟ راحتم. میدونم، من ناراحتم، واسه که اون تنگه، تو که نمیتونه باش بیشینی که، بعدم میخوای بخوابی، بیا. این گله گشاد راحت. مادرم رفته میوه بشوره بیاره، بعد تازه میخوایم بشینیم تا صبح با هم صفا کنیم. بپوش. با ما دیگه قرار نیست تعارف بکنی ها. یه بار بپوشی مشتری میشی. فکر میکنی چرا اون خانم تلفن را قطع کرد؟ والا بعضی واسه که خودشون لوس کنن از این کارا میکنن. اما بابا که صدایش را میشناخت. ده همین دیگه، آشنا بوده، میخواسته شوخی کنه. یه خورده میوه بخورین، گلوتون تازه شه. متشکرم. تو رو خدا غریبی نکنین، اینجا رو مثل خونه خودتون بدونین. اکبر جان. جان اکبر. اجازه بدین دست شما در نکنه مادر. مادر جان، آب چیزی خواستین تو یخچال هست، بردارین بخور. چشم، دست شما در نکن. تو کار این قلومیه من موندم، یعنی حیرونم. این اون ماهی سر میخوره در میره، بالاخره گیرش میارم. بشین. دوباره میخوای بری سراغش؟ یو بالا مالا سرت میاره ها. مادر واسه ما اوف داره، از زیر سنگم کشیده، ما بدین بکشمش بیرون. الان که نمیری، بذار فردا. فردا روز خداست. فردا باید بیمارستان هم رفت. بیمارستان هم میریم، شما عجله نکن. اجالتا پشون بیشماره بپوش. قربون دست دگه، این چادره رو به من نداده بودی من باید میرفتم مردونه. قربون امام حسین برم، با اون جمعیتی که اونجا بود من گفتم یه لقمه به ما غذا نمیرسه، ولی با اون برکتش دو تا غذا. میخوای تا داغه یه لقمه بخوری؟ بیا. نه نه آخو، سواک شدم جمعیت، خدا خیرت بده. میگم تو رو خدا، اگه تو توی قبرستون نمیترسی؟ از زندهاش بیشتر میترسم. نه نمیترسی بیام به خوابت؟ دو سه بار خواب دیدم همشون جمع شدن میخوام بندازنم بیرون. دیگه چرا؟ میگفتن تا تو اینجای ملائک خدا پیش ما نمیاد. دیگه دیمونه، تو خودت یکی از اون ملائک خدایی. در چرا بازه؟ خب شاید یاد دفته ببندی. برو تو. خودم بسته بودم. شفت دارن. و تو اینجا چه غلطی میکنی؟ من اینجا چیکار میکنم؟ تو اینجا چه غلطی میکنی عقرب؟ چطوری ولد کردن؟ تو رو سنن نامرد. ببار زبونتا.
جون من چی میخوای؟ جونتا اینم آب خونه که تگری واسه نصف شب نه تا حالا رو زمین نخوابیده بودی؟ زمین؟ خب اولین باری که میخوابی رو زمین؟ خوبه خودش بود که زنگ زد؟ کی؟ تو هنوز تو فکر اونی؟ بابا بگی بخواب یه خورم مخت حال بیاد فردام روز خداست با... خداوند شبان من است محتاج به هیچ چیز نخواهم بود در مرتعهای سبز مرا میخواباند به سوی آبهای آرام هدایتم میکند و جان مرا تازه میسازد او به خاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری میکند حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم نخواهم ترسید زیرا تو ای شبان من با من هستی عصا و چوب دستی تو مرا قوت قلب میبخشد بیا ببینم یک ساعت نشسته پای تلفن شب تو باید بخوابی دیگه من که نباید اینقدر به تو بگم آخه مامان یه بار دیگه زنگ بزنه میشناسمش آه کیا میشناسی؟ باید بخوابی دیگه یه بار دیگه زنگ میزنه ها بابک نیام ببینم دوباره بیداری ها بخواب پسرم فردا صبح که شد فکر میکنی پیداش میکنی کی بوده باشه بخوابی ها چشم زهره مادر نری بخوابی ها یه عالمه گوش مونده باید اینا رو خمود کنیم جا بدیم خراب میشه همش نه مامان چون من تا کارا رو نکنیم که نمیخوابم یادم بنداز فردام به بابات بگم گلاب بگیره ماشاءالله اون همه گلاب تمومش کرده آره دیگه عزیز من هیئت تموم شد همش دیگه یکی بیا برا گورت گم کن من با اون کار دارم گم شو کزمیت مگه من مثل تو نامردم بذارم فرار کنم اصلا من همینجا میمونم خیلی خوب پس بمون بمون و تماشا کن منو لو میدی منو چرپاکوتا رو میفرسی تو قبرستون دنبال من؟ به گور بابام بخندم غلام مگه بهت نگفتم گورت گم کنی از اینجا بری چی کارش داری؟ چون نمیتونی بمونه؟ دزاکت جا غلام تو رو به روح همه رفتگانت قسمت بده بهت گفتم گورت رو گم کن گم میکردی غلام مقدر قلاب بچه بده به من بذار یه بار دیگه ببین خب میبینیش قربونت برم ببینم این چیه ببینم ای رومی خیلی خوب بی جلو بی ببینش چرا به من نگفتی خره خب منم آدمم منم دلم میسوزه نگاش کن آره تو بمیری بهش تلفن بزن با هم بریم ببینیمش ها رفتیم تلفن کرد خب خیلی با جمیل بریم خونه شون خیلی خوب منم میام دکی پس سهم من چی میشه تقسیم میکنیم همه پولا مال تو
اکی جمیل تو مال هر دوتون تو ماشین بخر تو خونده بخر برو دوا درمون کن بلکه ایشالله به حق علی خوب شی من و بچه ما همین گوشه با هم زندگی میکن چرا اینطوری به من نگاه میکنی؟ هر کاری دوست داری بگو آخه با منم دل دارم منم آدمم بابا دیگه چی کار کنم آخه فقط میترسم نتونی نفس بکشی چون خودم میگیرمش بپر که وقتت باشد به سه شباره لباس رو بوش مخط کنی چه شده؟ رد اکرم رو گرفتن پیداش کردن بلند شو را بیفت اکرم؟ اکرم بابا مادرت دیگه دیگه پدر مادر دار شدی پشت را بیفتیم مادرم؟ Oh, my God.